رمان صوتی یاسمین، اثر میم مؤدب‌پور. قسمت اول. کاوه گفت: چرا انقدر طولش دادی پسر؟ گفتم: ترم تموم شد دیگه، حالا کوتا دوباره بچه ها رو ببینم. داشتم ازشون خداحافظی میکردم. تو چی؟ چرا سرتو انداختی پایین و رفتی؟ یه خداحافظی چیزی؟ کاوه گفت: هیچی نگو، من مخصوصا رفتم یه گوشه قایم شدم. به هر کدوم از این دخترها قول دادم که مامانم رو بفرستم خواستگاریشون. الان همشون میخوان بهم آدرس خونهشون رو بدن. تو همین موقع یه ماشین شیک و مدل بالا پیچید جلوی ما و با سرعت رد شد، به طوری که آب و گل توی خیابون پاشید به شلوار ما. کاوه شروع کرد به داد و فریاد کردن و مثل زنها ناله و نفرین میکرد. میگفت: اوهوی همشیره، حواست کجاست؟ الهی گیربوکس ماشینت پاره پاره بشه. پسر نزدیک بود بزنه بهت، نگاه کن، تو زیر شلوارم خیس آب شد. الهی سیبک ماشینت بگنده. نگاه کن، حالا هر کی رد میشه میگه این پسر تو شلوارش بی تربیتی کرده. گفتم: میشناسیش؟ کاوه گفت: همه میشناسنش. سال اولیه، خوشگل و پولدار. به هیچ کس هم محل نمیذاره. به جان تو بهزاد، این مخصوصا پیچی طرف ما. الهی شیشه ماشین جر بخوره. گفتم: نه بابا، انگار فرمون از دستش در رفت. کاوه گاهی با صدای بلند یه نفرین به اون ماشین میکرد و یه جمله آروم به من میگفت. کاوه گفت: الهی لاستیک ماشینت بشکنه. مرد شورون چشمایی هیز ماشینتو بشورن که زیر چشمی ما رو نگاه نکنه. گفتم: کاوه این چرت و پرتا چیه میگی؟ کاوه گفت: مرد شورون رنگ ماشینتو ببرن که از همین رنگ دوتا زیر شلواری تو خونه دارم. خندم گرفته بود. اینا رو میگفت و به طرف ماشین دست تکون میداد. گفتم: پسر چرا اینطوری میکنی؟ کاوه گفت: شاید ما رو تو آینه ببینه برگرده. همین موقع اون ماشین وایستاد و دنده عقب گرفت که دوباره کاوه شروع کرد و گفت: الهی روغن سوزی ماشینت به جونم بیفته. الهی درد و بلای لنت ترمزت بخوره تو کاسه سر این بهزاد. گفتم: لال شی، اینا چیه میگی؟ دیگه ماشین رسیده بود جلوی ما. دختره گفت: سلام، معذرت میخوام که بد رانندگی کردم. یه لحظه حواسم پرت شد. کاوه گفت: ببخشید، پدر شما سرهنگ نیستن؟ دختره گفت: نه، چطور مگه؟ کاوه گفت: عذر میخوام، فکر کنم پدرتون باید وزیر باشن یا وکیل. دختره گفت: نه اصلا. کاوه گفت: خب الحمدلله. بعد بلند گفت: خانم این چه طرز رانندگیه؟ باباتونم که کاری توی مملکت نیست که شما اینطوری رانندگی میکنین. نزدیک بود ما رو بکشی. آروم زدم تو پهلوش و گفتم: عذر میخوام خانم، این دوست من یکم شوخه. دختره گفت: باید ببخشین، اسم من فرنوش ستایشه، طوری که نشدین؟ کاوه گفت: آب و گل و شل از پرپاچمون را افتاد خانم جون. فرنوش خندید و گفت: شما کاوه خان هستین، بزلگویی شما تو دانشکده معروفه، همه از شوخ‌طبعیتون تعریف میکنن. تا فرنوش اینو گفت صدای کاوه ملایم شد و رنگ عوض کرد و گفت: من کوچیک شما هستم، شما واقعا چه خانم فهمیده ای هستین. گفتم: اسم من بهزاده، اینم کاوه دوستمه. کاوه گفت: هر دوتامون کنیز شماییم. فرنوش گفت: بازم ازتون معذرت میخوام. کاوه گفت: فدای سرتون، اصلا بذارین من این وسط خیابون بخوابم، شما با ماشینتون دو سه بار از رو من رد شین. اصلا چه قابلی داره؟ چیزی که زیاده اینجا جون آدمی زاده. اصلا شما دفعه دیگه خبر بدین تشریف میارین، خودمونو دو سه تا از بچه های کلاس رو بندازین جلو ماشینتون. بالا بی‌تعارف میگم. گفتم: بس کن کاوه. گفتم: ببخشید خانم، خیلی ممنون که برگشتین، خوشبختانه اتفاقی نیفتاده. کاوه گفت: بله، شلوارامونو میدیم خوشویی، گور پدر جناق سینه منو پای بهزادم کرده، خودش خوب میشه. فرنوش که ناراحت شده بود از من پرسید: پاتون مشکلی پیدا کرده؟ گفتم: نه، خواهش میکنم شما بفرمایید. کاوه گفت: نه خانم محترم، ایشون مغزشون مشکل پیدا کرده. حالا لطفاً یه دقیقه تشریف بیارید پایین، همینجا کروکی بکشیم ببینیم مقصر کیه.
من به کاوه چشقوره رفتم که فرنوش متوجه شد و با خنده از ماشین اومد پایین و گفت از آشناییتون خوشبختم. حالتون چطوره؟ گفتم ممنون. شما چطورین؟ فرنوش گفت شما همینجا درس میخونین؟ چندین بار شما رو تو محوطه دانشکده دیدم. گفتم منم همینطور. منم شما رو چند بار دیدم. کاوه گفت انگار شکستن جناق سینه من باعث آشنایی شما شد. فکر کنم اگه من کشته می شدم شما دوتا با هم عروسی می کردین. فرنوش دوباره خندید و من چپ چپ به کاوه نگاه کردم که کاوه به فرنوش گفت نگاه به چشمای این نکنین، این مادرزندی چشماش چپه. گفتم بس کن کاوه خان. کاوه گفت بابا جون این تصادف بزرگیه، حتما باید 4 تا بزرگتر بیان وسط رو بگیرن، شاید کار بکشه به شرکت بیمه، زندگی، عقد دائم، عروسی و این حرفا. گفتم کاوه. بعد رو به فرنوش کردم و گفتم خواهش میکنم شما بفرمایید. فرنوش گفت اجازه بدین تا منزل برسونمتون. کاوه گفت خیلی ممنون، بسا جون سوار شو. دست کاوه رو که به طرف دستگیره ماشین میرفت گرفتم و به فرنوش گفتم خیلی ممنون، مزاحم نمیشیم، شما بفرمایید. فرنوش گفت پس بازم معذرت میخوام، خداحافظ. اینو گفت و سوار ماشین شد و رفت. کاوه در حالی که پشت سر ماشین دستشو تکون میداد گفت خداحافظ بخت پسر الاغ، حیف که در روت باز نکرد. گفتم منظورت منم؟ کاوه گفت نه بابا، منظورم الاغه بود، شما که ماشاءالله عقل کلین. گفتم بی بریم خونه، کار دارم. کاوه گفت عذر میخوام، وکیل و وزیرا تو خونه منتظرتونن. والا هرکی ندونه فکر میکنه الان از اینجا یه سره باید بری کارخونه باباتو بشینی پشت میز. مرد تقریبا حسابی، این دختره تو دانشکده دل از همه برده، هیچ کس هم تحویل نمیگیره. حالا اومده از تو خواهش میکنه که برسونتت خونه، تو ناز میکنی؟ همونطوری نگاهش کردم. کاوه گفت شناختی؟ دومتو تکون بده عزیزم. گفتم بی تربیت. کاوه گفت خب چرا سوار نشدی؟ چرا جفتک به بخت خودت میزنی؟ گفتم اولا جفتک نه و لگد. درسانی چون سوار ماشین نشدم به بختم لگد زدم. کاوه گفت خب آره دیگه، آشنایی همینطوری شروع میشه دیگه، بعدش هم میرسه به عقد و عروسی و این حرفا. دختر به این قشنگی و پولداری دیگه چی میخوای؟ گفتم هیچی بابا، آدم خوشخیال. اون میخواست جای این که پیچیده بود جلوی ما یه جوری تلافی کنه. اون وقت تو تا کجا پیش رفتی؟ کاوه گفت با منم آره، نگاه کور شدت رو دیدم، نگاه اونم دیدم. نخوردیم نون گندم، بابامون که نونوایی داشته. گفتم میای بریم یا خودم تنها برم؟ کاوه گفت بریم بابا، امروز اخلاق چیز مرغی ها. راه افتادیم. چند قدم که رفتیم یکی از دخترای کلاس از پشت کاوه رو صدا کرد و بعد بقیه بچه های کلاس رو هم صدا کرد و گفت بدوید بچه ها پیداش کردم، بدو این که الان در میره. کاوه گفت مگه من کش شلوارم که در برم؟ هم کلاسیمون در حالی که میخندید دوباره داد زد و گفت یالا بچه ها الان فرار میکنه ها. کاوه گفت بابا مگه دزد گرفتی؟ چرا آبرو ریزی میکنی دختر؟ دختره گفت مگه قرار نبود که همه بچه ها رو آخر ترم بستنی مهمون کنی؟ داری در میری؟ کاوه گفت به جان تو عادت کردم، از بابام این اخلاق بهم ارث رسیده، از بس بابام از دست مامورای مالیات فرار کرده منم واسم عادت شده. دختره گفت بیا بریم، خودت هم لوس نکن، مرد و قولش. کاوه گفت کی به شما گفته که من مردم؟ تو این دور زمان مرد کجا بود؟ اگه مرد پیدا می شد که این همه دختر دم بخت بیلون و سرگردون دنبال شوهر نبودن که الهی گره کور بختشون به دست خودم باشه. کم کم بقیه بچه های کلاس داشتن جمع می شدن. نیلوفر که خودش هم دختر پولداری بود گفت بی خودی بهونه نیار کاوه، تا بستنی به همون ندی ولد نمی کنیم. کاوه گفت اولا که من از خدا میخوام که شماها ولم نکنید و همیشه تو جنگ شما خانومها اسیر باشم، ولی باور کنی ندارم. از شما چه پنهون، چند وقتی که بابام برشکست شده، صبح میخوریم ظهر نداریم،
ظهر میخوریم، شب نداریم. حالا حساب کن یه خانواده آبرودار چه سختی رو داره تحمل میکنه. به خدا قسم که بعضی وقتا شده که با شورت جلو همه راه رفتم. نیلوفر گفت ای قسم خدا رم میخوره. کاوه گفت به جون تو که میخوام دنیا نباشه اگه دروغ بگم. پری روز که رفته بودم استخر با یه مایه این ور اون ور میرفتم. باشه میدم. آخرش اینه که امشب سر بیشام زمین میذارم دیگه. اگه شما راضی میشین که من امشب گشنه سر به بالین بذارم قبوله میدم. اما میدونم که شماها خیلی دل رحم تر از این حرفاین. فرزاد گفت اگه بستنی رو ندی همین الان اینجا تحسن را میندازیم. کاوه گفت ببینم شما چه سندی مدرکی چیزی از من دارین که صحت گفتهاتون رو ثابت کنه. فرزاد گفت نشون به اون نشونی که اون روزی که کتابتون نیورده بودی قول این بستنی رو به ما دادی. کاوه گفت برو بابا دلت خوشه، یارو سند محضری رو میزنه زیرش چه برسه به یک کلم حرف. تازه من هیچ روزی کتاب با خودم نمیارم دانشکده. مریم گفت خسیس بازی در نیار کاوه، چهار تا بستنی که این حرفا رو نداره. کاوه گفت من و بابام اگه از این ولخرجیه میکردیم که پولدار نمیشدیم. روزبه گفت اصلا فکرشو نمیکردیم که تو انقدر گدا باشی. کاوه گفت خب تو اشتباه میکردی عزیزم، اصلا شغل اصلی من و بابام گداییه. هر وقت با همون کار داشتی یه تو که پا سر میدون انقلاب همین سمت چپ همون گوشه کنار داریم گدایی میکنیم، 10 دقیقه وایسی پیدامون میکنی. دوباره بچه ها خندیدن. شیوا گفت کاوه واقعا خجالت نمیکشی؟ کاوه گفت چرا؟ اوایل خجالت میکشیدیم. ننه بدبختم که چادرشو میکشید رو صورتش. اما بعدا عادت کردیم. یعنی بابام یه شعری برامون خوند که قانع شدیم. گفت شاعر میگه گدایی کن تا محتاج خلق نشی. مریم گفت بهزاد تو یه چیزی به این خسیس بگو. گفتم چرا بهشون قول دادی؟ یالا باید واسه شون بستنی بخری. کاوه گفت الهی قربون اون جذبه مردونت بشم. چشم بهزاد جون، مرد به این میگن ها، تا با آدم تحکم میکنه دل آدم میلرزه. بچه ها هورا کشیدن و همگی راه افتادیم طرف بستنی فروشی. تا رسیدیم و رفتیم تو مغازه نشستیم. کاوه از فروشنده پرسید ببخشید آقا آلاسکا دارین؟ فروشنده برای اینکه جوابی داده باشه گفت بله عزیزم آلاسکا هم داریم. کاوه گفت ببخشید آقا شما که انقدر مهربونین اسکیموهاش هم دارین؟ یارو خندید و گفت اسکیمو هم داشتیم اما نمیدونم کجا رفتن. کاوه گفت من میدونم کجا رفتن، بگم آقا؟ فروشنده گفت بگو بابا جون. کاوه گفت آقا اجازه اینجا گرمشون شده رفتن تو فریزر خنک بشن. صاحب مغازه و بچه ها خندیدن. صاحب مغازه گفت باور کنین بچه ها، حاضرم این مغازه و هر چی دارم رو بدم اما برگردم به سن شماها. کاوه گفت پدر اینا رو که میبینی بعضی هاشون یه کوه قصه تو دلشون دارن ها. دوره جوانی شما با دوره جوانی ما فرق میکرده. به نظرم از این آرزو نکنی بهتره، سرت کلا میره. فروشنده گفت راست میگی جوون، ایشالله که زندگی و دوره شما هم خوب بشه. کاوه گفت یه مثال برات میزنم. دوره شما اصلا یادت میاد که هر روز از خواب که بلند میشدی بیای جلو پنجره و بخوای بدونی امروز هوا آلوده تره یا دیروز؟ فروشنده گفت به والله اصلا یه همچین چیزی رو به یاد ندارم. اصلا ما یه همچین چیزایی رو نداشتیم. دوره ما هوای این تهرون مثل گل پاک و تمیز بود. کاوه گفت تازه یکیشو بهت گفتم. فروشنده گفت تا اونجا که من یادمه یه ذره دود و کثافت تو این شهر نبود. تهرون پر از گنجشک و کفتر و چلچله و توتی و بلبل بود. صبح تا شب با رفقا می رفتیم دنبال الباتی. جمعه به جمعه یه تومن 15,000 می دادیم و می رفتیم سینما و اون فیلم رو که دوست داشتیم می دیدیم. سر راه هم 4 تا سیخ جیگر می گرفتیم و می خوردیم و نوش جون زن بچه‌مون می شد می چسبید به تنمون. کاوه گفت حالا دل ما رو آب نکن با اون دوره جوونی. 4 تا بستنی بده.
خبر مرگمون لیست بزنیم بریم دنبال بدبختی و بیچارگیامون. فروشنده زد زیر خنده و گفت همتون مهمون خودمین. همین که منو یاد جوونیم انداختین یه میلیون واسم ارزش داشت. چند وقتی بود که خنده رو لبام نیامده بود. بچه ها براش کف زدن و هورا کشیدن که روزبه گفت بچه ها ببینین این کاوه رو یاد بگیرین. اینطوری پول دار میشن ها. کاوه گفت یارو هنرپیشه خارجی یه ساعت و نیم تو فیلم 1000 دفعه ملق میزنه تا 2 بار مردم خندهشون بگیره. 1,000,000 دلار بهش پول میدن. حالا 1 ساعت دارم متصل شما رو میخندونم. 4 تا بستنی نصیبم شده. اینم حسودی داره؟ خلاصه اون روز با بچه ها خیلی خندیدیم. آخرش کاوه به زور پول بستنی ها رو داد. با اینکه صاحب مغازه نمیخواست از همون پول بگیره. وقتی از بچه ها خداحافظی کردیم، دوتایی به طرف خونه راه افتادیم. کاوه گفت، بیا، دلت خنک شد؟ اگه با ماشین فرنوش خانم رفته بودیم، هم من گیر این قوم ظالمی نمی افتادم، هم تا حالا رسته بودیم در خونه. تا اون موقع فرنوش هم واسط خواستگاری کرده بودم. گفتم، بابا جان، تو که زندگی منو می دونی؟ آخه من کجا و فرنوش خانم کجا؟ تموم زندگیم هم که بفروشم پول بنزین ماشینشم نمیشه. از تو چه پنهون؟ از اولین بار که امسال تو دانشکده دیدمش عجیب فکرمو به خودش مشغول کرده. واقعا دختر قشنگیه. خیلی هم سنگین و باوقاره. ولی خب آدم نباید زیاد به طرف دلش گوش کنه. اینطوری بهتره. آرزوی محال نباید داشت. حتی رویای آدم هم باید در حد خود آدم باشه. کاوه گفت یعنی چی؟ مگه دست خود آدمه؟ آدم وقتی از کسی خوشش بیاد، خوشش اومده دیگه. گفتم آره، اگه اون آدم یکی مثل تو باشه. آره، امثال شماها توی طبقه این. کاوه گفت به جان تو اگه ما توی طبقه باشیم، اون خونش یه جای دیگه است، ما هم خونمون یه جای دیگه است. گفتم لوس نشو، دارم جدی حرف میزنم. میخوام بگم اگه یکی مثل تو بره خواستگاری فرنوش بهش جواب نه نمیدن. اما آدمی مثل من اصلا نباید این چیزا حتی به فکرشم بیاد. از اون گذشته. من اصلا کسی رو ندارم که برام بره خواستگاری. کاوه گفت این که چیزی نیست. تو فقط لب تر کن بقیهش. رفتم تو حرفشو گفتم دیگه حرفشم نزن ول کن. بگو ببینم تعطیلی رو میخوای چیکار کنی؟ نیم ساعت بعد رسیدیم خونه. تا اومدم تو اتاقم کتابمو پرت کردم یه گوشه و نشستم. سرمو گرفتم میونه دستامو به زندگیم فکر کردم. این کاوه طفلکم اسیر من شده بود. خانوادش خیلی پولدار بودن. خودشم یه ماشین مدل بالای خیلی شیک داشت. اما به خاطر من یا پیاده یا با اتوبوس میرفتیم دانشگاه. یعنی من سوار ماشینش نمی شدم. جلو بچه ها خجالت می کشیدم. دوست نداشتم فکر کنن که به خاطر پولشه که باهاش رفاقت می کنم. پدر من آدم فقیری بود. آدم خوب اما بد شانس. مرد زحمت کشی بود اما شانس نداشت. دست به طلا می زد مس می شد. از صبح تا شب کار می کرد و جون می کند. آخرشم 8 اشکرای 9 بود. مادرم هم زن مهربون و زحمت کشی بود. اونم تا کار خونه و پخت و پز بود که هیچی. این کاراش که تموم می شد. بیچاره می رفت سراغ اضافه کاری. همیشه خدا دستش به یه چیزی بند بود. یا قلاب بافی می کرد یا بافتنی می بافت یا 1000 تا کار دیگه. مثلا می خواست یه گوشه خرج خونه رو جور کنه. خلاصه. این پدر و مادر سخت کار می کردن که یه جوری چرخ زندگی رو بچرخونن. اما چرخ زندگی ما چارگوش بود و با بدبختی می گشت. یه خونه نقلی و قدیمی داشتیم که اونم ارث پدر بزرگم بود و یه ماشین که عصای دست بابام بود و سالی به 12 ما گوشه تعمیرگاه. یه روز که کار به استخونه بابام رسید کوچ کردیم. در خونمون رو کلون کردیم و راهی جنوب شدیم. پدرم میگفت حالا هر کی رفته جنوب بار خودش رو چند سال بسته و برگشته. اون وقتا من سال آخر دبیرستان بودم. یه روز کله سحر از تهران حرکت کردیم و 50 کیلومتر از شهر دور نشده بودیم
که با یک کامیون تصادف کردیم. پدر و مادر بیچارم نرسیده به جنوب بار سفرشونو بستن. موندم تنها و بیکس با 100 تا زخم تو تنم و 1000 تا شکستگی تو روحم. یه ماه بعد خونه رو فروختم و خسارت تصادف رو دادم. آخه ما مقصر شناخته شدیم. بقیه پولش هم گذاشتم بانک و از سودش خرج زندگی رو جور کردم. خدا نخواد که پدری خجالت زن و بچهش رو بکشه. بیچاره بابام راحت شد. مادرم هم راحت شد. آخه اون چه زندگی بود که داشت؟